به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. انشالله که همتون شاد و سلامت باشید. من برگشتم آمریکا، برنامه ایرم پست کردم در رابطه با اینکه چه گذشت، چه جوری ورود کردم و حالا قول دادم بهتون که برنامه ها رو با دکتر حمید شفیع‌زاده از سر بگیریم و این افتخار رو دارم که با ایشون مصاحبه ای داشته باشیم در رابطه با اغتشاشات اخیر در ایران. خب الان این اغتشاشات خوابیدن دیگه با پیامی که سردار حسین سلامی، سردار سلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه اومدن و دادن و گفتن این دیگه شوخی نداریم. خب اغتشاشات خوابیده خوشبختانه، حالا ممکنه یه تک و توکی بیان بیرون، یه گرد و خاکی بکنن، اینا رو میگیرن و پدرشون هم در میارن. در هر صورت قراره که ما در این برنامه بپردازیم به دلایل این اغتشاشات و حالا چی گذشت و دیدگاه دکتر حمید شفیع‌زاده رو در این باره بدونیم. میخوام بگم که ما ناچاریم بسنده بکنیم به تصویر ایشون به جای ویدیو، برای اینکه هنوز سرعت اینترنت و سرعت این شبکه ها اپا پایینه. وقتی سرعت اینترنت پایینه، این اپا هم در هر صورت نمیشه درست ازشون استفاده کرد و ما برای اینکه صرفه‌جویی بکنیم در بندویت یا پهنای باند، خب فقط صدا بسنده میکنیم به صدایشون. به شما خوش آمد میگم دکتر حمید شفیع‌زاده نازنین که وقت گرانبهاتون رو میگذارین و ما رو مستفیض میکنین. بفرمایین. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به حضرت محمد و سلام و وقت بخیر به شنوندگان و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم با بحث جدید. ببینید، من میخواستم اولین پرسشی که مطرح کنم با شما اینه که فکر میکنین دلیل این اغتشاشات اخیر چی بود؟ اگر از این شروع کنیم بعد دیگه هرچی خودتون میخواین بگین گوش میکنیم. خب دلایل مختلفی داره، ولی چند دلیل اصلی یا محوری داره که موجب شد این اتفاقات بیفته. اصلی ترین دلیلش به نظر من این هست که ناتوانی دشمن در مقابله نظامی و همچنین شکست توطئه تحریم هایی که به بهانه مختلف از جمله انرژی هسته‌ای به ایران تحمیل کرده بودند و پیروزی های درخشان و چشمگیری که ایران در غرب آسیا و جای جای جهان به دست آورد و همچنین برگشتن ورق جنگ اوکراین و ناتو، چون در واقع جنگی که الان در اوکراین قرار داره جنگ روسیه و ناتو هست، نه روسیه و اوکراین، به وسیله ایران و تکنولوژی ایران و فکر ایرانی موجب شد که اینها هر آنچه که اندوخته بودن و هر آنچه که داشتن به صحنه بیارن و طی یک تقریبا فرایند خشن و خیلی به قول معروف با فشار شدید سعی کنند که کمر ایران را بشکنند. و اینها البته شاید چند سالی بود که در مورد این طرح و پروژه کار میکردند و دنبال این بهانه میگشتند و به هر حال این داستان مهسا امینی هم مطمئنن طراحی کردن و نقشه‌شو کشیدن و این شورش رو اجرا کردن. این خب این یه برش یه برش به هر حال برمیگرده به دشمن که واقعا دست دشمن خالی هست و تنها راهی که فعلا میتونه ضربه بزنه به ایران همون گسل‌های قومی و فرهنگی و جغرافیایی هست. چون ببینید دیگه امیدی به دولت ایران ندارن. دولت قبلی دولتی بود که به هر حال قبل گرا بود و بیش از این که به منافع ایران پایبند باشد و گوشش به کلمات رهبری باشد، دنبال منافع آمریکا و غرب بود و گوشش به انگلستان و آمریکا بود که اونها چی میگن و چی میخوان. خب بله
غربی ها از دولت ما ناامید شدن و در قضیه لبنان هم میدان های گازی و نفتی باختن، در داستان عراق باختن و دولتی روی کار اومد که کاملا با ایران هماهنگ هست و خواسته محور مقاومت مقتدی صدر احمق و نفوذی آمریکا و آل سعود از جریان سیاست و قدرت عراق محو شد. بله. و ایران راه‌های زیادی به طرف شمال، شمال غربی و شمال شرقی گشود و خیلی کشورهایی که با ایران به دلایل مختلفی بسته بودن، یعنی از نظر اقتصادی و از سیاسی درها را بسته بودن، مثل تاجیکستان با اینکه همزبان ما هستن و ازبکستان، قرقیزستان به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود و فشاری که چین و روسیه وارد کردن، اینها یک افق خیلی خیلی روشنی روبروی اقتصاد و سیاست ایران میگذاره. شما ببینید قبل از شورش ها ماه 17-18 رئیس جمهور و نخست وزیر از جهان به ایران سفر کردن و هنوز هم میکنن. فردا نخست وزیر ارمنستان وارد ایران میشه. خب اینا در قضیه داستان اون تنگه زنگزور یا حالا اون راه یا کوریدر زنگزور من بازم باختم. اینها قصد داشتن که بله جنوب ارمنستان اشغال کنند. خلاصه تمام موارد اینا دیدن که باختن، یا چیزی ندارم غیر از این که از درون فشار بیارن. البته درون به هر حال همینجور که گفتم شرایطی بود که این شورش چا شکل میگیره. من به چند تاش اشاره میکنم. یکی این که به هر حال قشر جوانی هستن که 2-3 سال تو خونه ها به خاطر بیماری کوید اینا مبهوس شده بودن و هیجان ها در درونشون سرکش شده بود. عمدتا اینا بازی های خشن کامپیوتری انجام میدادن. بله. و گیمرا دنیاشون بله دنیای فانتزی و یه دنیایی بود که فکر میکردن که همجور که پشت کامپیوتر نشستن و مدام پیروز میشن توی خیابون هم همینجور هست. و البته شرایط اقتصادی ایران، اون شکاف طبقاتی وحشتناکی که متاسفانه داخل ایران هست و مال جریان پساروحانی یا دولت پساروحانی هست، این ارثیه یا این چیزی هست یا این هدیه هست یا حالا بگیم عذاری هست که دولت روحانی برای دولت بعدی گذاشت. البته ارثیه شوم. خب بله ارثیه شوم. این همه مباحث دست به دست هم داد و به هر حال این بار یه برنامه ریزی خیلی سنگینی کرده بودن و واقعا یه خطره خیلی خیلی بزرگی از سر ایران رفت. من این داستان رو مقایسه میکنم با داستان حمله به طبرس. ما هنوز مردممون از ابعاد وحشتناک این توطئه آگاه نیستن که اصلا قرار بود چه فاجعه‌ای در ایران رخ بده و اینها واقعا حدود 35 کشور متحد شده بودن که هر آنچه توان امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و نفوذی سیاسی دارند وارد کنند. و حتی ببینید کشورهایی که ما تا حالا باشون مشکل نداشتیم، پاکستان، ترکیه، حتی اینا قرار بود ما را حالا طبق بعضی از نقل قول ها، من حتی مطمئن نیستم ولی بعیدم نیست چون اینها دیگه به سیم آخر زده بودن، قرار بود حتی حمله موشکی به ایران بشه. حدود 5000 تا 18000 نیرو، حالا اون چیزی که حداقل گفته رئیس ستاد نیروهای مسلح است سرلشکر باقری، گفت که 3000 تا 5000 نیرو پشت مرزهای کردستان آماده بود که به ایران حمله کنه و کردستان را از ایران جدا کنه، که به هر حال با اون حملات موشکی و پهپادی همشون تقریبا، حالا همه که نه
عمدهشون از هم پاشیدن و کشته های زیادی دارن، ولی بعضی نقل قول ها تا 18 هزار نیرو میگه که پشت مرزهای کردستان آماده ورود بودن، از اون برای آذربایجان قرار بود حمله کنه. از این بر در سیستان و بلوچستان هم یه حجم عظیمی از نیروهای غیر ملی، یعنی مثلا از تروریستایی که حالا از پاکستان یا مناطق دیگه بودن، پشت مرزهای پاکستان، پشت سیستان بلوچستان آماده ورود بودن که به هر حال و از اون قرار بود که یک سری از شیوخ عرب ترور بشن و از اون ور خوزستان رو به هم بزنن، به آشوب بکشن، لورها رو بیارن وسط میدون، آذری ها رو بیارن وسط میدون. قرار بود دنگا ظاهرن دو تا هواپیما همجور که خود وزارت اطلاعات به صورت رسمی گفت، دو تا هواپیما که بمب گذاری شده بود خونسا شد. قرار بود ظاهرن این سری قطارهایی که از آذربایجان میاد اینها از ری خارج بشه و یه مبنایی برای شورش اونجا باشه و خیلی نقشه کشیده بودن، چون میدونی که ایران یک کشوری هست که یک رنگین کمانی از اقوام و جغرافیای مختلف هست که اینها هم بالقوه یک منبع افتخار و پیشرفت هست، میتونه یک منبع افتخار و پیشرفت باشه و میتونن ازش سوء استفاده کنن و یک منبعی برای جدایی و تجزیه بشه. به هر حال این یه مختصری بود، حالا اگر لزوم داشت وارد جزئیات میشیم تک تک چه اتفاقاتی افتاد، ولی واقعیت اینه که خدا در این داستان واقعا خیلی به ما رحم کرد و خیلی لطف کرد و همینجور که خانه خودش را حفظ کرد از سپاه ابرهه و همینجور که در قضیه طبرس بدون اینکه ما خبری داشته باشیم داستان چیه به داد ما رسید، اینجا هم واقعا خیلی از قضیه این کوه یخ ما نوکش رو میبینیم، اون قاعده و اون اتفاقات خیلی خیلی مهمی که اون زی و پشت پرده افتاد و واقعا عنایت خدا و دعای امام زمان و هوشیاری امام زمان و اینکه اون همیشه متوجه ایران هست نگذاشت که این فاجعه، اگر این فاجعه شکل میگرفت واقعا جمع کردنش خیلی خیلی مشکل بود و دیگه این ایران سابق نبود. بله ولی چیزی که شما دارین میفرمایین اینه که این اغتشاشات حالا خیابونی یا فتنه‌گران در خیابان‌ها این برای سرگرمی بودش که داخل رو سرگرم بکنن و از بیرون اون حملات رو انجام بدن و حالا اون برنامه‌ای که برای ایران داشتن، این فقط یه خواهم بگم انحراف تفکر و اندیشه و یا توجه نظام بودش. اونا فکر میکردن که میتونن این کار رو بکنن، این مدلی وارد بشن، ولی که این اغتشاشاتی که من در خیابان ها دیدم اینا فوقش مثلا چند صد نفر بودن، یه جایی جمع میشدن، چند بار که حالا ورق خوردم توشون و دیدمشون چیزی نبود، ولی خب همین کافی بودش که یگانهای ویژه باید آماده باش بودن در میدانها و جاهای مهم، در مکانهای مهم شهرها. این چیزی بود که من دیدم، یه چیز مهمی نبود که بگیم ده ها هزار نفر اومده بودن بیرون، ولی به اندازه کافی که نظام رو مشغول نگه دارن. بله همینجوره. و ببینین این البته توی محاسباتشون به نظر من شدیدن اشتباه کرده بودن. بله ده هم ببینین بله. مردم ایران نق زیاد میزنن حقیقتش و به هر حال تو کوچه بازار بری مینالن و حق هم دارن. درست. بیکاری خب بیداد میکنه، حقوق پایینه و مشکلات زیاده، تورم، مسکن. ولی واقعا همینجور که امام خمینی رحمت الله علیه گفت که مردم ایران از صدر اسلام، از صحابی حضرت
پیامبر و حضرت علی خیلی بهترن، واقعا همینجورن، واقعا مردم ما مردم نجیبی هن، مردم بزرگواری هن، مردم خوبی هن. 2-3% به هر حال طبق آمار که خود این گروه های اختشاشگر یا اون سازمان هایی که پشتش هستن در نهایت گفتن چیزی بین 3-4% مردم واقعا خواستار سرنگونی این نظام هستن و ما بقیه اینا ایراد دارن، اعتراض دارن. حالا منظورم این هست که لطف بزرگی که خدا به ما کرد و به مردم ما کرده، خب مردمی که میراثدار انبیا و شهدا و صلحا هستن واقعا خیلی نجابت به خرج دادن، خیلی شعور به خرج دادن و اصلا با اینها هم کاری نکردن. ببینید اون این داستان هم مثل بزگره، یعنی یه بزگر توی گله با نمود داره. حالا داستان این اختشاشگر هم داستان هم بزگره که یه دونه است از این هزار تا بز، یکشون گره ولی چون بی موه خیلی جلب توجه میکنه. اینها سر صدا خیلی داشتن. خب به هر حال ببینین هیچ وقت این سایت های اپلیکیشن های خارجی مثل اینستاگرام، واتساپ، تلگرام یا تمام خبرگزاری های جهان، عجیب اینه که خبرگزاری غیر از فارسی زبان هم اومدن پشت قضیه. تمام سلبریتی های غربی، حتی سلبریتی های ورزشی، سلبریتی های جنسی، این به هر حال کسایی که فیلم های پورن بازی میکنن، حتی ورزشکارا یا اون، اینا همه اومدن پشت این داستان و عجیب هم جنس گرایان دیدم برنامه ساختم ازشون. اینه که آشین نخوده خودشون نخوده همه آشین میکنن کسافتا و خودشون جلو میدازن همه جا، اصلا آدم چندششون میگیره اسمشون رو بیاره، حال آدم به هم میخوره. بله دوست ندارم اسمشون رو بیاره، بس که کثیف و نجس. خب این آشغالا هم که دیگه دیدی که اصلا اگه کلمه ناموس میوردی خیلی بهشون ور میخورد. یعنی واقعا این بار آمریکا یا هم استکبار که عمده این داستان مال MI6 و سیا و موساد بود پشت این داستان، اینا هر چه داشتن میوردن توی صحنه چون دیگه چیز ندارن. منتها اینکه آیا این قضیه تموم شد، به نظر من نه، اینها از دشمنیشون دست بر نمیدن ولی شکلش تغییر کنه. اینه دیگه قادر نیستن به این شکل، به این شکل خشن، چون تمام این گروه ها و زیر شاخه ها و مورک های اطلاعات عملیاتی امنیتی که ایجاد کرده بودن اینها را سوزوندن. یعنی اینقدر اینها عجله داشتن، مثل همین داستان کوید 19. ببین مثلا کوید 19 این واکسن ها را وقتی میخوان بزنن باید 4 مرحله تست یک واکسن تی بشه، ولی اینا میبینین به خاطر فشارهایی که اصلا بعضیش حتی مرحله 3 هم آزمایش نشده و اینها را آوردن توی جامعه. منظورم اینه که حالا یه تشابهی هست، منظورم این هست که این داستان شورش های اخیر با اینکه خیلی این فرایند ها هنوز شکل نگرفته بود، خیلی این سازمان هایی که اینها به هر حال چندین سال کار کرده بودن، افرادی که اینها یه مهره 30 ساله بودن که طی این 30 سال اومده بودن برای خودشون جایگاه و آبرو ایجاد کرده و اینا سوختن، کسایی که مثل علی دایی، علی کریمی، یه شخص دیگه، بله یه تحلیلگر نادان رو هم سوزوندنش، دستور میگرفت از اونا، اونم سوخت شد جزو رفت و زبل دونی تاریخ. حالا از این پس برندازار. بله خوشبختانه این موجب شد که نشون داد که واقعا اون چیزی که شما در مورد این شخص میگفتین درست بود و ایشون هیچ تعهدی به ایران و چون ببین ایران یعنی همون شیعه، اگه اصلا ما تعریفی دیگه غیر از ایران نداریم، ایران که خاکه،
و هیچ احترامی برای مردم ایران قائل نبود، چون برای دین و تشیع و مقدسات ما همه چیزمون رو برای پیامبر میدیم. ما خدا توفیق بده یه جان ناقابلی داریم، زندگیمون و همه چیزمون در کف اخلاص میزنیم برای پیامبر و ائمه و مقدساتمون. این شخص با بی‌شرمی اومد توهین‌های وحشتناک، واقعا توهین‌های واقعا دست سرون رشدی رو از پشت بستش، یا چارلی هبدو یا هر کسی دیگه ای که اومد و در هر صورت زیاد گندش کرده بودن، خودمون گندش کرده بودن، اصلا اسمش دیگه نیاریم که کم کم فراموش بشه. یه حالا اینا به هر حال کم کسایی نبودن، یعنی برای اونها البته. خب نه ببینین، من میخوام اینو بگم، نباید یه چنین افرادی رو هم کم گرفت، اینم خطرناکه، برای اینکه این کل فضای مجازی ایران رو قبضه کرده بود. یعنی شما میزدین دستمال توالت ویدیوی میومد بالا، میزدین مثلا نون سنگک، میزدین نون سنگک ویدیوی میومد بالا. این رو این دورسش کردن تو فضای مجازی، همون جریان صهیونیستی پشتش بودن. بله برای همین میگم خطرناک بود. کاملا درسته، همون سیستم های پشتیبان شما ببینین اینا اتفاقی نیست. من بارها میگفتم که تو غرب چجوری این راحت نشسته و این حرفا رو میزنه، اصلا این خود این شبه انگیز بود. اصلا غربیا تحمل اینا ندارن که یه نفر از رهبری ما به یه نحوی تعریف کنه یا از این موارد. حالا بگذاریم از این. همجور که انقلاب اسلامی خیلی ها را به زبالدان تاریخ برستاد، خیلی از رؤسای جمهور آمریکا و انگلیس و این موارد که آرزوشون بود که نابودی ایران ببینن، حتی تجزیه ایران ببینن، حتی مصیبت ایران ببینن، به سینه خاک رفتن و خوراک مار و مور شدن. اینم به هر حال به نظر من عاقبتش خودکشیه و اینقدر مواد مخدر میکشه یا اینقدر غرق فساد میشه که، یعنی که خود هم سیستم های سرش زیر آب میکنن، چون یه مهره سوخت است و دیگه به درد اونها نمیخوره. حالا بستگی داره که برنامهشون چی باشه. حالا منظورم این هست که ما حالا یه قسمتی از بحثمون این میتونه باشه که انما العسر یسرا، که بعد از هر سختی یک گشایش و یه فرضی هست. همونجوری که سردار سلیمانی گفت که شرایطی که یا در واقع گشایش هایی که در سختی ها و بحران ها هست هیچ وقت بله تو راحتی و نعمت نیست، واقعا همینه. مثل همین داستان حمله داعش که خود این موجب خیلی خیر و برکت برای محور مقاومت و ایران شد. این داستانم حالا یه جنبش هم هست که واقعا ما امتیازات خیلی 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 خوبی گرفتیم برای این داستان، که حالا یه قسمتی هم میتونیم به این بپردازیم که چه اتفاقاتی افتاد و برداشت ایران یا سودی که ایران از این داستان برد، علی‌رغم اینکه خب به هر حال یه سری صدمات وارد شد، ولی به نظر من اون سودی که ما از این داستان بردیم، خیری که خدا به ما از این داستان رسوند، فوق‌العاده است. واقعا یه جوری نظام به طور کلی دیگه از همه حوادث بیمه شد و این آخرین فتنه خیابونی هست که دشمن ایجاد کرد و دیگه نمیتونه فتنه خیابونی ایجاد کرد. گرچه من میگم که فازش دشمن از دشمنیش هیچ وقت دست بر نمیداره، مطمئن باشین دست بر نمیداره و میره توی فازهای دیگه. حالا اونم میشه یه بحثی کرد که خب دشمن به کدوم طرف میره و چرخشش به کدوم طرفه، اونم یه داستان دیگه است. ولی به طور کلی میخوام بگم که همینجور که حضرت زینب روز عاشورا گفت من غیر از زیبایی چیز ندیدم، من واقعا توی این داستان اختشاشات، حالا بگیم اعتراضات بگیم، حالا فتنه بگیم،
حالا حدس بگیم واقعا غیر از زیبایی و غیر از اینکه ما دیدیم این گروه انقلابی و گروهی که وفادار به نظام بودن واقعا اخلاقیات را رعایت کردن و اون طرف هر دریدگی و هر بی اخلاقی و یعنی جنایت. که بگی و واقعا خودش، یعنی یه چیزی که خیلی مهم بود، مردم ایران به معنای واقعی فهمیدن که اون کسایی که رو درب نظام وایستادن یک سری آدم های لاوالی و بی ارزش و بی اخلاق و بی منطقه، اصلا هیچ ایده ای ندارن. اینقدر اینها بی ایده هستن که وقتی میخوان جوانان رو ترغیب کنن میگن که بتونیم آزاد رقص بریم و دیسکو بریم و مشروبات بخوریم و تو خیابون هم دیگر رو بغل کنیم و بوس کنیم. یعنی اصلا ببینین بوس و بغل خیابونی. بله حالا واقعا خدا را باید خیلی 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 شکر کنیم که دشمنای ما، دشمنای انقلاب بیشمار از این دست. آره ولی من ببین، من در این حال اینو یادمون باشد که واقعا مردم ما نجیبند و حقشون بود که به خاطر بی عدالتی ها و بی ارزگی هایی که بعضی از مدیران دارن هیچ وقت خیابونا رو خالی نکنن. من بارها گفتم اگر واقعا این اعتراضات رو به اختشاش و به این مصیبت ها نمی کشیدن، خود من اولین کسایی بودم که توی خیابون می رفتم و چادر می زدم و نسبت به خیلی از بیعدالتی ها، شکاف طبقاتی ها، توزیع نامتعادل ثروت، امکانات و پارتی بازی و این عدم شفافیت قوانین و دوزی گرگی ها اعتراض می کردم. ولی چیکار کنیم؟ به هر من می خواهم یه نکته ای رو اینجا بگم آقای دکتر. ببینید، نه من بله من میخواستم فقط بگم همه اینا رو گفتم بله. ولی خدا وکیلی مردم ما علارغمی که نجابت دارن مظلوم هم هستن، چون که به خاطر این دشمناشون نمیتونندم اعتراض کنن. ما اعتراضای خیلی زیادی داریم ولی بازم این از نجابت و پاکی و صبر و گذشت مردم ماست که به خاطر ایران، به خاطر نظام، به خاطر رهبری که میدم تنها کسی که واقعا رهبر حکیم بله ایستاد و همچنین مقدساتمون، ما خودمون فدای پیامبر میدونیم، فدای علی میدونیم، فدای زهرا علیه السلام میدونیم، سلام الله علیه میدونیم، اینها به هر حال اینها رو وایسادن. حالا منظورم این هست که به اون مسئولا میگم شما خیلی جنایت کردین، خیلی خیانت به این کشور کردین. اگر مردم ما نجیبانه سکوت کردن و اینجا قاطی نشدن، اینا به کاردانی و زرنگی و نمیدونم هنر خودتون ندونین، اصلا شما در حد مردم ایران نیست، اصلا شما در حد مردم ایران نیست، ولی ما به خاطر ایران صبر کردیم. خب بفرمایید خانم زرنگی. حالا ببینین یه نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه کنیم اینه که همونایی که ثروت و قدرت در دستشون هست، سوداگران زر و زور و زر که تو ایران هم زیاد داریم ازشون، همون جریان نفوذ آره اینو من خیلی به کار میبرم، سوداگران زر و زور و زر، ببخشین برای اون واژه آخر. حالا اینا خود همینا ترس و وحشت ورشون داشت، چون خودشون بی خانمان می شدن، باید بذارن در برن سوراخ موشا رو پیدا کنن، درست؟ یعنی میخوام بگم یک ایندیکیشن یا یه تلنگری به اینا بود. اما چیزی رو که اینجا فکر میکنم باید یه خورده بهش بپردازیم اینه که خب حالا بعدش چی؟ اینا در واقع حالا میگیم که یه خورده به خودشون اومدن، ولی اگر همون روند رو ادامه بدن، یعنی اجازه پیدا کنن، یعنی دولت آقای رئیسی نپردازه به پاکسازی این عوامل بیشرف و عوامل نفوذی و اینهایی که در واقع همکاری میکنن با یه چنین
تظاهراتی و با یه چنین تحریکاتی از بیرون از مرزها، خب اون وقت باید چی کار کرد؟ یعنی من خودم شخصا دوبار به آقای رئیسی رأی دادم، یه مدلایی میخوام بگم راضی نیستم از دولتشون، از انتخاب حالا وزیر وزرا، نمیگم همشون نه، حتما یه تعدادی هم آدمای خوب اونجا هستن، باید خداییشو بگیم منصف باشیم، اما برخیشون همون مهرهای قدیمی هستن، همونایی که کارا رو همون مدلی انجام میدادن و یا نفوذی هستن، هنوزم هستن. خب حالا باید چیکار کرد؟ آیا شما اگه بخواین یه توصیه‌ای به دولت آقای رئیسی و به شخص آقای رئیسی بکنی چی میگین بهش؟ خب ببینید داستان آقای رئیسی چیه؟ داستان آقای رئیسی اینه که یه کسیه که وسط گله گرگ گیر کرده، نمیده پشتش رو داشته باشه، بغلش رو داشته باشه، جلوش رو داشته باشه. خدا این که خدا آقای رئیسی آدمی واقعا پاک و نظیمیه که این واقعا بله قبول دارم حسی باشه روش. و به هر حال به نظر من شرایط داره رو به خوبی پیش میره، گرچه خیلی کنده. بله همین باعث شد که مردم یه دلایل این اختشاش این بود که این سرعت پیشرفت ایران تو زمینه‌های مختلف ها کند کنم. ببینیم مثلا ما دوباره توی داستان هسته ای شروع کردیم، توی هوافضا شروع کردیم، بدون زمان 8 سال زمان روحانی تقریبا صنعت هوافضای ما خوابید، علم بله خوابید، اصلا اجازه ندادن و این صنعت ماهواره هم که فرستادیم نفوذی ها ماهواره ها را چیز کردن، عقیم کردن و خیلی چیزای دیگه تو حوزه کشاورزی. همه اصلا کشور رو تو همه زمین‌ها وارد یک بحران شدید کردن، تو اقتصاد که فاجعه ایجاد کردن، ذخایره 18 میلیارد ذخیره ارزی ما رو دارن مسافرت و نمیدونم گشت و گذار و اینها. خب این بند خدا کجا رو بگیرم؟ این که دیگه خدا نیست که، این که نمیدونم حالا ما یه اصطلاح داریم اصفهانی ها. خب ببینین بذارین بفهمین بعد از این من باید با شما صحبت دارم. میگیم که من که هشت پا نیستم، که من دو تا دست و دو تا پا دارم. بله. کدوم برست اون هشت پاست که هشت جاره میگیره. حالا ببینین یه نکته الان دکتر سعید محمد از حالا بگیم مدیریت مناطق آزاد برکنار شد و براش زدن، گذاشتنش کنار. خب این یه شخصی هستش که میتونه خیلی مفید باشه، اهل باج گرفتن نیست، اهل مماشات با دزد و با نفوذی و با نمیدونم مفسدان اقتصادی نیست. اینو زیرابش رو زدن. من داشتم دو تا برنامه نگاه کردم، برنامه هایی که برای این مناطق آزاد داشت، واقعا آدم هضم کرد به برنامه هایی که قرار بود پیاده بکنه و آغازش استارتش رو زده بود. حالا این گذاشتنش کنار، من حالا انتظار داشتم که آقای رئیسی بیاد یه پست وزارت مهم رو بهشون بده. حالا نمیدونم، حالا نظر شما چیه؟ شنیدین این رو؟ والا من نشیدم بذارندش کنار، نمیدونم اولین بار از شما عدد میدونستم یه سر صداهایی هست، ولی فکر نکنم گذاشته باشندش کنار. والا این چیزی هست که من شنیدم، حالا ممکنه که شایعه باشه، نمیدونم. مطمئنی؟ حالا که شما میگی نشنیدین نمیدونم، ولی من چندین بیانیه و این چیزا شنیدم و حالا چه کسانی برایش زدن و چه کسانی گذاشتنش کنار. یه نامی هم از آقای خاندوزی بود، نمیدونم. در هر صورت من هم حالا تو اینترنت سرچ کردم که ظاهرا گذاشتنش کنار. بله من میگم که خب اینکه حالا ببینین، حالا ما اصلا بحثمون این نیست. ببینین من بحثم این بودش که آقای رئیسی بایست
در واقع یه خورده شجاعت بیشتری به خرج بدن و مهرهایی که توی دولتشون هست با درایت و هوشمندی بیشتری انتخاب بکنن. قرار بوده که جوونا بیان سر کار، نه همینایی که همیشه اونجا بودن. خب الان میخوام بگم فقط شاید 10% از این قوا تغییر پیدا کردن یا 5%، بقیهشون همونان، همطوری میچرخن تو سیستم. همون نپتیزم، پارتی بازی اینا هستش دیگه. خب ما باید در واقع صادق باشیم و بگیم چه مشکلاتی تو سیستممون هست، تو دولتمون هست که باعث این انفجارها میشه. خب حالا من خودم واقعا امیدوارم، امید دارم که آقای رئیسی یه فکری برای دکتر سعید محمد بکنن. ایشون یکی از اون کسانی هست که میتونه خیلی مفید باشه برای نظام. به نظر من اندازه کافی دربارشون تحقیق کردم. حالا البته خانم زمانی، من این اعتقاد ندارم و اجازه بده من به هر حال اعتقاد خودم رو داشته باشم. بسیار خوب. ایشون یک نگرش‌های لیبرالیستی داشتن توی داستان این مناطق و نتونستن به هر حال این 2 سال کار خاصی انجام بدن. اینکه آقا ما همچین دو سال که نیستش، 2 سال که نیست. حالا هست آقا 2 ماه یه سال خورده. و حالت منم حقیقت زیاد روی این داستان مسلط نیستم، چون اینقدر این اختشاشات و این اتفاقات زنی افتان و اینا نداشت تمرکز میگه مثلا تمرکز دولت هم همه جو میرزه گله. ولی از گوشه کنار چیزایی که میشنیدم راضی نبودن از نوع سیاست گذاریهاش و افرادی که اورده بود تو کار. یعنی دوباره رفته بود سر همون مدیرای آقای روحانی و اون اشخاصی که به هر حال خودت میگه داستانش میگه مثلا مشکل همینا که مدیریت میانی شبکه‌ای درست کردن که میگن که انرژی نه از بین میره نه به وجود میاد بلکه از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. تو ایران هم این هست. بله، درسته. مدیر نه به وجود میاد نه از بین میره بلکه از پستی به پست دیگه منتقل میشه. و اینی که شما گفتین که حالا یه قسمتش هست که ما یه مشکلی که داریم تو داستان بحران مدیریتی اینه که ما کادر سازی نکردیم. یعنی ما واقعا با اشخاصی که کار آزموده باشن نداریم، یه چیز بالاتر، یه لول بریم بالاتر. من این بحران در بحران ایدولوژی یا در واقع فلسفه مدیریت میدونم که حتی ما کسایی مثلا مثل حداد عادل که مثلا اینها تیپ های خیلی انقلابی و ولایی دارن، اینا یه دیدگاه های غربی در مدیریت دارن. یعنی مثلا اینشون میاد مثلا تو فلسفه کانت خیلی پافشاری میده، مثلا میگن این کانتیه، مثلا دیدگاهش کانتیه. یعنی میبینیم اصلا اینها هم نفهمیدن اسلام به هو ما اسلام خودش اینقدر غنیه، اینقدر بلنده، اینقدر کامله که بله همون غربگرایی و غربگدایی در اون قشن هست. شال غربگرایی بود این وسط ها یه بلوش روی یه شوروایی درست کردن که هیچیش به هیچیش نمیم. ما اگر یه قسمت از غرب بگیریم، یه قسمت هم سوسیالیستی بگیریم، قسمت هم نم گرچه اقتصاد ما بیشتر ما کیوبلیه، سیاست و اقتصاد مدیریت ما حالا غیر از اون هسته ای که مربوط به رهبری هست، ولی به نظر من بیشتر یک حالت ماکیاولی داره این داستان اقتصاد و سیاست و این چیزای ما بماند. ما خودم بیش از همه به مشکلات جامعه آگاهیمو اذعان میکنیم و مخصوصا مشکلاتی که خواص دارن. خواص ما اصلا با خودشون چندن. این همه رهبری تاکید میکنه رو برگشت به مبانی اصیل اسلام و مبانی که ما واقعا خیلی غنی هستیم. ما یعنی شاید بیش از
بیش از 300-400 تا فیلسوف درجه یک داریم که تو همه زمینه ها بحث کردن، تو خیلی موارد بحث کردن. اصلا کسی اینها رو نمیشناسه، اصلا کسی از دیدگاه اینها آگاه نیست. به خاطر اینکه ببینید، شما وقتی بخواید یک مدیریت جدیدی ایجاد کنید باید حتما یک دیدگاه فلسفی داشته باشید. ببینید مدیریت تو هوا نیست که مثلا حالا این مدیریت، حالا اینجوری بگم که بهتر متوجه شما ببینید، این وردی که رو کامپیوتر سرچ میکنین باید روی دستگاهی بشینه، مثلا دستگاه آفیسی، حالا نمیدونم اندرویدی، حالا هر چیزی. اگه اون نباشه اصلا هزاری هم شما اینجا تایپ کنین چیزی نمیمونه، کامپیوتری باید خاموش و روشن بشه، از صفحه محو بشه. حالا منظورم این هست که مدیریت ما بر بستر کدوم فلسفه نشسته. ما اصلا پیش از اینکه ما بحران کارسازی داشته باشیم و مدیر داشته باشیم، به خاطر این هست که خیلی از مدیرهای ما نمیدونه آخر ما قراره چی بشیم، قراره شبیه ژاپن بشیم، قراره شبیه مثلا آلمان بشیم، قراره شبیه مثلا سوئیس بشیم، اقتصاد نمیدونم دانمارک بشیم، کجا هلند بشیم فلان. به خاطر همین هست که این بحران ایدئولوژی یا بحران فلسفی، من اینو مقدمه بر تمام بحران ها میدونم، و این به خاطر این هست که واقعا اجازه نمیدن کسایی که فکر دارن و ایده دارن و سخن دارن بیان و راه را رو اینا میبندن. و این شده که الان ما یه سری مدیرا داریم که عمدتا بالای 70 سالن، یا دستشون به پشتشون بنده یا دستشون به جلوشون بنده، و والا دیگه مریض و ناتوانن. و از اونورم ما وقتی جوونمونم میاد نمیدونه آخر با کدوم دیدگاه به داستان نگاه کنه، و این خیلی خطرناکه. ما اگر غربی غربی باشیم، به نظر من عوارضش از اون چه که هست یا فعلا هست کمتره. چون ببینید وقتی شما یه معجونی از چند جا بیان کنار هم بزنین و یک سیستم مدیریتی ایجاد کنین، گپ یا خلأ زیاد داره، و آدم های زرنگ و آدم های شیاد به راحتی از این گپ ها وارد بشن. یعنی این های اونجا که اسلام باشد از همه مسلمون ترن، اونجا که نمیدونم غربی باشد از همه غربی ترن. ببینید یه نمونهش همین سیستم بانکیه. من فکر میکنم سیستم بانکی ما اینقدر فاسده و اینقدر صهیونیستیه که این سیستم بانکی صهیونیستی آمریکا سگ شرف داره به اون سیستم بانکی که در ایران راه اندازی کردن. من دقیقا همینم خواستم بگم. من خواستم این مثال رو براتون بگم. بگو اون زمانی؟ بله بله. من یه لحظه فکر کردم صدا قطع. نه هر جور داشتم میخواستم همینه بگم. خانم زمانی ببینین، ما همین مثلا شما دست گذاشین رو اون چیز نکته اصلی. ما الانه واقعا شرایط اقتصاد اون خیلی سرمایه داری و کاپیتالیستیه، ولی ببینین مثلا اون نظام مالیاتش نده، که اگه یکی مالیات نداد پدرش در میانن به سیخ و سنبهش میکشن. اینجا سرمایه دارا سالیانه 63 میلیارد دلار سوبسید دولت ها، سوبسید مخفی قورت میدن تو سوخت، توی برق، آب، مسائل بهداشتی، بیمه و این موارد که هیچ کنون بشن به از همه بیشترم زر میزنن طلبکاران. ببخشید، بعدم واقعا من هر کدومشون رو میبینم، من میبینم این کسایی که طلبکاران عمدتا طلبکار جدی ها، طلبکار وقی، طلبکار برانداز، طلبکار همین قشرن که تا خیر خیره هزار جا سرمایه گذاری کردن، هزار تا آپارتمان ساختمان، 10 تا ماشین دارن سوخت 1000 تومانی 3 تومانی استفاده میکنن. آبی که دنیا، شما بخواییم برین یه گالونش رو بخرین چقدر باید پول بدین؟
و با وقاحت بیشتری هم تلفن ببینین الان گفتین همه بستن. بله گفتین اینا این برمایه وقت جمع بشه در راه میبندن. همون یه مشکلی که ما داریم این انسداد اقتصادی و مدیریتی ایجاد کردن همینه. حالا این نفوذ بهایی ها و نمیدونم اون سلطنت طلب ها که اینا هیچ وقت نرفتند و یهودیان مخفی و اینا هم که دیگه قوزه بالا قوزه. واقعا اینقدر که کشور ما مشکل دشمن داره، فقط تنها چیزی که میتونه آدم بگه اینا حفظ کرده همون امام زمانه. میگن سفیر روسیه گفته، ولی من نمیدونم راست گفته راستی رو گفتن که ما وقتی ایران میبینیم با این همه مشکلات بیش از شما به وجود یه شخصی به نام امام زمان پی میبریم که اونه که این مملکت نگه هم داره. هر مملکتی با این همه سوء مدیریت و این همه فشاری که از بیرون میاد بهش هر جا بود تا حالا چند بار سقوط کرده. بله حالا بفهم خواهیم زمانه چیزی میخواستیم بگیم؟ من چیزی به خصوصی نمیخواستم بگم. در واقع شما دارین خیلی قشنگ به موضوع مختلف میپردازین. بفرمایین ادامه بدین. من میخوام بیشه از این طولان نشه چون بکنم حلوشی یه خب بذاریم پس یه پرسشی ازتون بپرسم پیش از اینکه ببندیم برنامه رو ببندیم. فکر میکنین شما گفتین که این ادامه پیدا میکنه این فتنه ها، حالا به فرم دیگه به صورت دیگه، ولی چه بسا فتنه خیابونی نباشه و دشمنی غرب با ایران که به پایان نمیرسه، دشمنی شبکه های معاند و اینا. من خیلی برام عجیبه که ایران یه برخورد محکمتری با این سقوط اینترنشنال نمی کنه. یعنی اگر که اینا با زبون خوش نمیخوان این شبکه رو ببندن و زرزرشون رو قطع بکنن، شاید باید یه موشکی چیزی بهشون بزنن، من نمیدونم، شاید باید یه آرامکو بره رو هوا که اون وقت اینا درس بگیرن. عربستان سعودی میلیارد دلار خرج این شبکه میکنه و تمام این مزدوران که اکثریتشون از فرقه هستن. خب چرا در ایران برخورد محکمتری با این شبکه نمیشه که این شبکه فعالترین و از اونایی بودش که آتش بیار معرکه بود و حتی آموزش کوکتل مولوتوف و این چیزا رو غیر مستقیم به مردم میدادش. یعنی این اگر که ببینین شما نمیتونین در فضای یوتیوب یک کسی بیاد آموزش کوکتل مولوتوف بذاره، اونو فوری قطعش میکنن، کانالشو میبندن، پیگرد قانونی داره. چطور میشه که اینا در یه چنین یعنی یه چنین برنامه هایی رو داشتن و کسی جلوشون رو نمیگیره؟ حالا شما توصیهتون چیه و فکر میکنین که ایران باید چیکار کنه؟ ببینین این یه جنگه. ببینین من معتقدم که اون که باخت جنگ رسانه ای ما بودیم. ببینین دشمن کار شرارت داره. دشمن انتظار ندارم که نقل و لوات به ما بده. که ما تو حوزه رسانه واقعا خیلی ضعف داریم. ما زبان رسانه رو بلد نیستیم، اولویت هاشو نمیدونیم. نمیدونیم که اون کسی برنده است که اولین روایت رو بگید و روایت مثل در واقع اون پی ساختمانه که دیوارهای بعدی رو اون شکل میگیره. و وقتی که فضای اینترنتی که فضای حقیقیه، ببینیم ذهن انسان هست که برون کنترل میکنه. مثلا یک خلبان هواپیما رو با چی کنترلش میکنه؟ با دستش که نیست که، با ذهنشه. در واقع ذهنشه که به دستش فرمان میده آقا مثلا این اهرام حالا بکش، اون اهرام اون موقع آزاد کن، یا راننده. یعنی ببینین در واقع اون اتفاقاتی که در دنیا اتفاق میفته در واقع در ذهن ما اتفاق افتاده. یا حتی بعضی ها جلوتر رفتن میگن که اصلا این دنیایی که شما دارین واقعیت نداره، اینها در ذهن شماست. ما میتونیم کاری انجام بدیم که شما تو ذهنتون دنیا را یه جور دیگه ببینین. دیدین گاهی وقتا یه طرح گرافیکی میکشن که مثلا آدم از اون ور که نگاه میکنه فکر میکنه راه پله است، از اون ور که نگاه میکنه
فکر میکنه مکعبه مثلا، از این طرح شما شاید زیاد بله دیده بله باشید. بله منظورم اینه که ذهن انسان قابل فریبه یا در واقع قابل مدیریت. رسانه میتونه ذهن مدیریت کنه، یعنی ذهن به شکلی بسازد که اون آدم دیگه اون از یک عضو ایرانی به یک دشمن و به یک سرباز آمریکایی تبدیل بشه. یعنی این قدرت رسانه است و این را مسئولای ما متوجه نشدن. و یه نکته دیگه که رسانه تأثیرش آنی نیست، یعنی اگر این اتفاقات هم میاد حتما 10-15 سال اینها زمین سازی کردن ذهن را آماده، چون ذهن انسان به سرعت قابل پذیرش نیست ایده های قبلیش. مثلا من اگر مسلمانم و اعتقاد به اسلام دارم، این که حالا یکی بیاد فلفور بگه که آقا مثلا مسلمان ها تروریستن و داعش و نمیدونم از این داستانه، که من از دینم دست بر نمیدارم، اینا میان یک سری زمین های اجتماعی درست مونن و بعد روش سوار میشن و ذهن را تغییر میدن. به هر حال و وقتی ذهن تغییر کرد در واقع صحنه عوض میشه و حقیقت واقعی اون چیزی است که تو ذهن ما میگذره. ما متاسفانه در جنگ رسانه به دلایل اینکه به نظر من از اول رسانه دست دشمن بود و موند، عمدش صدا سیماست که دست بهایا بود و موند. حالا درست است اونها منافقانه بعضی مواقع یه کاری میکردن، ولی شما ببینید مثال تا حالا توی صدا سیما یک برنامه خیلی منسجم برای شناخت بهاییت و وهابیت و MI6 و توطئه اونها شکل نگرفته. یک برنامه منسجم و برنامه تاثیرگذار و برنامه که خب اونا که نمیان علیه خودشون برنامه بسازن، چون که قبضه کردن صدا سیما رو. حالا شال نمی ساختن، میان مثلا ببین فیلم و سریال ما اینقدر این سالهای اخیر فیلم های خشونت آمیز تو صدا و سیما نشون میداد که خدا شاهد من می دیدم وحشت می گرفت. بله وحشت بله می گرفتم. چون بله عمدیه، چون نمیدونستم که می دونستم که 5 سال دیگه این اتفاقات تو خیابونه می افته. بله 5 سال بله. من یاد من برادر داشتم شهید شد، احمد شفیع‌زاده فرمانده لوجستیک تیپ 44 هم من باشم. حالا یه خاطره میگم، این به بروسلی خیلی علاقه داشت، به فیلم های رزمی خیلی علاقه داشت. اون زمان هر وقت سینما میرفت و فیلم بروسلی هم میدید، وقتی برمیگشت تمام سر و صورتش زخم و زیلی و دست پاهاش داغون شده بود. وقتی ازش میپرسیدم چرا همچنین، میگفت که از هیجان فیلم وقتی میمدیم بیرون ناخودآگاه هم دیگر را میزدیم و شروع میکردیم به تقلید اون کاری که بروسلی انجام میداد. حالا ببینید جالبه که اومدن جا انداختن تو اذهان عمومی، حالا بگیم جوانان غربی. من باهاشون چندین بار بحث کردم با جوانای غربی که پرسش این بوده، آیا مثلا فکر نمی کنی این فیلم هایی که پر از خشونته، پر از کشت و کشتار رو بزن و خونی مالی و این چیز خونی مالی کردن هم دیگه است، اینا تأثیر میذاره و در واقع میزان جنایت ها رو در جامعه میبره بالا، میزان حالا کرایم به قول اینجایی ها. اینا میگن نه اصلا تأثیر نداره، روانشناسا میگن تأثیر نداره. ببین چه جوری مخ و مغز اینا رو شستشو دادن که اینا رو به خوردشون میدن. از اون طرف روانشناسا، همون روانشناسای بی شرف، میان میگن که نه اینطوری نیستش، اینا تأثیر نداره. فقط روانشناسای با وجدان که تعدادشون هم کمه میان خب میگن که اینا تأثیر منفی داره. یاد رسانه دستشون نیست. بله. خانم زمانی بله اگر تقریبا تمام اساتید روانشناس جامعه شناسی این فیلم ها را به شدت مزهر، خیلی کشور هست نه اجازه پخش نمیدن. حتی این هری پاتر که تو ایران مثل نقل و نواد نمایش داده شد، خیلی کشور اجازه نمایش داده نشد. مثلا این همین داستان هری پاتر
من اون زمان که هری پاتر رو نشون دادن گفتم که از فرداست که جادو و سحر و این چیزا تو ایران زیاد بشه، و این اتفاق افتاد. چند سال بعد از این هری پاتر شما تمام این دست فروش ها رو که میرفتین کتاب دست فروش ها نگاه میکردین، تمامش کتاب های سحر و جادو و نمیدونم کیمیا و لیمیا و این موارد و این چیزا بود. یعنی اینها تاثیر خودش رو حتما میذاره. اصلا چیزی ببینید، سریال و فیلم سرگرمی نیست، واقعیت. یعنی شما هر چی تو تلویزیون نشون میده به شرط اینکه مردم اقبال بهش نشون بدن، یعنی این فیلم شاخصه هایی داشته باشه که بتونه نظر مردم رو جلب کنه، این سریال و فیلم دقیقا این صحنه ها رو شما چند سال بعد تو خود جامعه خودت میبینی. بله همین دیگه، اینجا این همه شوتینگ هستش، میزنن هم دیگه رو میکشن با سلاح گرم، تو فیلماشون همش همینه. بله دقیقا خشونت بی نهایتی که مثلا تین اختشاشات بود حداقل برای من تعجب برانگیز نبود، چون صدا سیما مدیران بی شرف یهودی بهاییش افیشتال همین را نشونه مردم میدادن، خب حضرت نشونه زبون ها میدادن، خب چه انتظار داری؟ منم که نشون میدم. ببین اصلا نمیشه شما یه فیلم ریتم یه آهنگ ریتم رقص بذار همه ناخودآگاه به رقص وامید داشته میشه، میخواد مؤمن باشه، میخواد مجتهد باشه، میخواد چیز باشه، هرچی باشه، به هر حال اینا تأثیر داره. اینا بله. اصلا تو قرآن داریم، قرآن میگه آقا به غذاهایی که وارد تو میشه توجه نمی کنی، این غذاهایی که فقط غذای ویتامین و آب و نمیدونم پروتئین ها نیست، غذای روح هم، غذای روح اگر فاسد باشه، اگر مسموم باشه، خب روح هم مسموم. حالا میخوام بگم ما واقعا نمیش که شما میگید چی کار باید بکنه، ما اگه اولین اقدام این هست که باید بیایم این یه درمان، یک چاره برای این مشکلات رسانه. ببینی الانه همین داستان خانم مهسا امینی، صدا سیما ما نتونست پس اینا بر بیاد که به مردم تفهیم کنه، حالا به مردم که به اون قشری که دنبال این داستان که با یه چیز جعلیه، یه چیز ساخته گپ. چرا؟ چون این هنر میخواد یه سری آدم های پپای کپونیه نمیدونم سفارشیه رانتیون بالا وایستادن که اصلا هنر کنترل این داستان بلد نیستن یا اصلا نمیخوان. خب این میشه که به هر حال جامعه به اون طرف میده و این شکلی کشی نمیشه. از جامعه به جایی که ما به اونا حمله کنیم میریم توی لکه تدافعی و این داستانه که بعد این قسم اول. اما قسم دوم که به هر حال اینها میان بر علیه امنیت ایران شورش میکنن و فتنه میکنن و ما باید برخورد بحری با اینها داشته باشیم، حتما همینجوره و اصلا سپاه وارد همین فاز شده. من مطمئنم همین چند روز آینده ایران سپاه یک انتقام سفت و سخت از اینها به شکل نظامی خواهد گرفت، کما اینکه گرفت. ببینید بله چند صد تا از این حالا اون شورشیایی که پشت مرزای کردستان بودن با همین موشک‌ها نابود شدن. خب این خود همین جواب، اصلا اگه این کار نکرده بودن که الان شاید کردستان سقوط کرده بود، شاید کردستان رو گرفته بودن. تو سیستان و بلوچستان هم الان همین جوره، ما الان دو تا سپاه وارد سیستان و بلوچستان کردیم. حالا اون اخبار تقریبا گوشه کناری که من شنیدم، دو عدد از سپاه‌های لشکرهای سپاه وارد سیستان و بلوچستان شده و خب اینها برنامه‌ای دارن. حالا یا اینش که احساس خطر کردن که از اینجا قرار است اتفاقاتی بیفته که خب دو تا لشکر وارد سیستان و بلوچستان بشه، خب این خودش خیلی معنی داره. و به هر حال
سردار سلامی هم قول داد. شما اصلا ببینید بعد از این قضیه داستانی که توی شیراز حرم مقدس اتفاق افتاد و 10-15 تا 16 تا ایرانی شهید شدن، برای تشییع جنازه‌شون سردار سلامی و فرماندهان لشکر و سپاه رفتن اون بالای صحن و سیاست مدارا این پایین قرار گرفتن. آقای مخبر معاون ریاست جمهوری و یه سری وزرا، یعنی دیگه داستان دست نظامی هست، اونان که حالا میگن باید چی بشه و دیپلماسی یا نمیدونم این تعارف ها کنار رفته و الان دیگه نوبت میدانه دیپلماسی به کنار. آره دیپلماسی میدانه و حالا تو شاه چراغ اینا زدن 15 نفر، این دیگه وقاحت و بروگی و بیشرفی اینا رو، و حتما اینها یه انتقام سخت میگیرن و باید هم همین کار رو بکنن. یعنی این انتقام باید اینقدر دردناک باشه و اینقدر ماندگار باشه که دیگه جرأت نکنه. اگر حالا یه دوتا موشک هم بزنن، حالا یه دوتا چیز اینا فایده نداره، یعنی یه جوری باید بزنن که طرف فلج بشه، فقط مثلا یه پا داشته باشه که بتونه از صحنه خودش نجات بده. اگه نکشندش، اگر مثلا باید کاری بکنن که آمریکا دیگه اصلا از آسیای غربی بذاره بره، دیگه وای نسته. اگه حالا دوتا موشک مثلا بزنن تو اینم توی اردوگاه الطف، یعنی دوتا موشک بزنن اردوگاه العمری، فایده نداره. چه حالا اصلا مشالله ما اینقدر زدیم که مردم با اینا اصلا حال نمی کنن. اصلا حالا چی شد؟ باید یه جوری بزنن، خلاصه اینجا رو خیش بزنن، زیر و رو کنن. خیلی بامزه، عربستان زیر و رو کنن. حالا دوتا نمیدن پهبادن بزنن تا نمیدن فلان فعال اشکاش فلان وزارت، فایده نداره. باید یه کارش کنه اصلا گیم چنج بشه، به قول خودش که میخواستن برای ایران کمر ایرانه بشکنن، گیم چنج بکنن، نمیدونم حکومت رو برگردونن، همین اتفاق توی این مناطق بیفته. و حالا نمیدونم، ما که جای اونها نیستیم، ولی اگر من فهم به استفاق بودم این کار میکنم و اجازه داشتم، حالا اون حدش به هر حال رهبری ما اگر میکنه، هرچی بگم ما تابع رهبری هستیم. بله، ولی فکر کنم هم همینجور باشه. انتقام این دهوه انتقام خیلی خیلی سخت میگیرن ازشون. انشالله من که امیدوارم، من که اینقدر دلم پره دست این همه هزینه رو دست جامعه میگذارم. ببینید تا وقتی که ایران میاد چیزی میگه نمدی آفتاب کنه و برسه به اوضاع داخلی، برسه به یه حالا میگیم بهبود در وضع معیشت یا یه کارایی بکنه، میان یک دامدام جیم جیم درست میکنن که در واقع ذهن جامعه رو ببرن به جای دیگه و توجه ببرن به جای دیگه، خراب کنن. یعنی این یکی از سیاست ها و استراتژی هاشونه که انجام دادن و کلی انرژی میگیرن از کل جامعه. بنابراین یه بار برای همیشه باید یه پاسخ کوبنده داده بشه که ماها هم، یعنی میخوام بگم به تک تک ما هم کم استرس وارد نشده. من حالا برگشتم اومدم اینجا، بهم میگن، دوستان میگن لاغر شدی. حالا تو دوربین و اینا معلوم نیست، یه چند کیلویی لاغر شدم از بس که غصه خوردم اونجا. این حالا این تظاهرات خیابونی اینا، در هر صورت میخوام بگم هم دلم به حال این جوانای گول خورده میسوزه که خودم دیدمشون تو خیابون. فرض کنیم مثلا بچه من باشه، البته بچه من هیچ موقع چنین کارایی نمی کنه، بستگی به تربیت خانوادگی اینا داره، ولی آدم دلش می سوزه برای بچه ها اینطوری گول خوردن و خودشو تصور میکنه که مثلا اینا الان دچار مشکلات میشن، مشکلات عدیده، برای اینکه کسانی گولشون زدن و این همه هزینه برای جامعه به بار آوردن. ما به عنوان پدر مادر یا به عنوان اصلا کلن انسان نمیتونیم که بی تفاوت باشیم، بی خیال باشیم. و از همه مهمتر کشورم، من متوجه شدم اینجا
که برای کشورم اصلا و ابدا حاضر نیستم. حاضرم از هرچی دوست، از هرچی فامیل، از هرچی کسانی هستن که براندازن تفکرشون زائد و مسموم از همه اینا میگذرم به خاطر خاک ایران. یعنی اصلا و ابدا من هیچ رودرواسی با چنین افرادی ندارم، فرقم نمیکنه چه کسانی باشن. و یه چیزایی برای من واقعا میگم جا افتاد، به قول اینجا یا کریستالایز شد، که چقدر خاک میهن برای اشخاصی مثل خود من میتونه مهم باشه. یعنی یه چیزی هست که میکشه، من اصلا خودم کاری نکردم، اینطوری هست، یعنی تو وجودمه. و واقعا واقعا ناراحت بودم، واقعا استرس گرفتم، واقعا غصه خوردم. و حالا در حسن انرژی های جامعه است، من یه نفر بودم، حالا اینو ضرب در 85 میلیون بکنین، خب همینه دیگه، اگه غیر از اینه مردم بالاخره چی میگن، سیب زمینی بیرک که نیستن. من با خیلی صحبت میکردم اونجا که بودم، با همه اقشار جامعه، و میشنیدم و نگرانیاشونو میشنیدم، حالا چه برانداز بودن و چه نبودن، چه کسانی بودن که دغدغه حالا نظام رو داشتن، چه کسانی بودن که دغدغه معیشتشون رو داشتن. در هر صورت هر کسی که بود، هر کسی بود که به هر دلیلی راضی بود یا ناراضی بود، همه تحت شعاع قرار گرفتن. این یه واقعیته و اونا ازش سوء استفاده کردن. انشالله که یه پاسخ کوبنده بگیرن، انشالله. من دعا میکنم واقعا و میخوام از دفاعیمون، از سران، از مسئولین میخوام که چنین اتفاقی بیفته. برای اینکه خوام بگم ملت ایران هم وقتی یه چنین چیزی رو ببینن واقعا احساس غرور میکنن، احساس توانمندی میکنن، و این رو لازم داریم بعد از این چیزایی که ما تجربه کردیم. بعد همینطوره خانم زمان، امیدواریم که این اتفاق بیفته. انشالله امیدواریم. دکتر شفیع‌زاده عزیز، اگه حرفی دارین چی میگن؟ نه من میگم در نهایت اون اتفاقی افتاد واقعا خیلی چیز زیبایی بود. من خیر و برکتی که این اتفاقات ایجاد کرد نسبت به اون، به هر حال اون زیانی که ایجاد کرد، اون انصدادی که ایجاد کرد خیلی بیشتر میدونم، و به طور کلی نظام به بلوغ بالاتری رسید، به درک بهتری رسید و بله دشمنان خل اصلاح شدن. بله حالا طولانی شد، ایشالله اگر خواستین و مایل بودین دو تا موضوع هست که این مهمه، یعنی بگین عنوان کنین که ما تقریبا طرح موضوع کردیم، طرح مشکل کردیم. دو تا حادثه این زه هست که باید بهش جداگونه، یکی این که بعدن چی میشه، یعنی خب حالا چی پلن بعد یه دشمن چیه، و تو دل این داستان چی برای ایران پیش اومد، چه اتفاقی برای ایران پیش اومد، ما چی به دست آوردیم و درسایی که از این داستان میگیریم چیه. اینا هم میشه تو دو تا برنامه جداگونه یا حتی بله. بیشتر مفصل بحث، یعنی این داستان خودش 6 ماه ارزش حداقل واکاوی داره که با اون بیایم در موردش صحبت کنیم، ابعاد مختلفش، این نقشی که نوجوان ها داشتن، نقشی که رسانه ها داشتن، چرا این دهه زنها را اینا جلو انداختن، چرا به خصوص دختران نوجوان ها هی ترغیب میکردن که آقا نترسین شما این که مملکت نجاتونه، هی سعی کردن اینها را جلو بندازن، چرا اصلا قشر حالا اینجوری برخورد کرد، اینقدر خشن و ببینین چه کسافتی را به بار آوردن. آره تو خارج زنای بدون سوتیان اومدن اونجا لخت، واسه اینا شدن اون اتفاقاتی که تو برلین افتاد خودش اصلا دوسته تا برنامه، اصلا اون میخوام بگم که اون واقعا دست اینا رو باز کرد. اینا دنبال چی هستن؟ یا دنبال بیبندوباری جنسی هستن؟ دنبال آزادی و آزادگی و آزادمندی هستن؟ یه سری مریضه اصلا، خودشون با خودشون زد و خورد میکردن، یه وضعی بود مثل یه
گفتم بیشتر به درد خندیدن میخورد. یه سیرچی بود که یه سری مثلا اصلا واقعا یه سیر بود که یه سری اونجا دارن نمایش میدن و خیلی موضوعات دیگه و هنوزم این داستان ادامه داره. حالا ببینیم اصلا برخورد سپاه چجوریه، برخورد نظام. خیلی الان محاکمه میشن و میان میگن که پشت داستان چی بوده. اینا رو از ابعاد مختلف بله یه بررسی چیز کرد. دیگر هم که بررسی کنیم اینه که چرا هنوز خیلی از این بیشورا میگن اینا همه خودشون بودن، خود نظام کرد. اصلا وقاحت و جهالت دیگه تا کجا؟ وقاحت و بیشوری تا کی، تا کجا؟ این دیگه خیلی خنده داره. حتی یه سرشن واقعا احمقن، یعنی بله یعنی واقعا اینجوری فکر میکنن، نمیتونن قبول کنن که غیر از این باشه، یعنی نمیخوان قبول کنن که اشتباه دارن میکنن. یه جوری توجیه میکنن که همون بیشتر به حماقت میخوره. حالا به هر صورت نمیخوام بله خیلی طولانی بشه. حتما انشالله که تو این هفته دوتا برنامه خواهیم داشت. پس عزیزان من گوش به زنگ باشین که برنامه‌مون ادامه پیدا میکنه و برنامه رو به اشتراک بگذارین. من از شما تشکر میکنم برای اینکه وقتتون رو گذاشتین، دیر وقتم هستش الان و اومدین اینجا دیدگاهتون رو با ما در میون گذاشتین. عزیزان من برنامه رو به اشتراک بگذارین، پسند رو فشار بدین، نظرتون رو بنویسین و به ما کمک کنین که دیده بشیم فضای مجازی به اشخاصی مثل من و یا دکتر و یا کسانی که اینجا میان یا کلن حرفای خودم کمک نمی کنن. اونا اون جریان های صهیونیستی رو پروموت می کنن یا به نمایش می گذارن برنامه هاشون. هر چیزی که اسلام ستیز باشه، آب به آسیا به دشمن بریزه، اونا خوب اونا رو تو فضای مجازی پروموتشون می کنن. مثل همون تحلیلگر نادان که همه جا بودش، خدا رو شکر که دستش رو شد و رسواش کردیم، فرستادیمش تو زباله‌دونی تاریخ. انشالله که پس ادامه پیدا کنه. حالا برنامه هایی خواهیم داشت، هنوز خیلی ها آگاه نشدن، الان داره یارگیری میکنه از براندازا، این هم ما باید زیرابشو بزنیم. خب دکتر شفیزاده نازنین به شما شب بخیر میگم و حتما برنامه‌مون ادامه پیدا میکنه و بینندگان عزیز شما رو به خداوند بزرگ ایران میسپارم با آرزوی عمر طولانی و توام با سلامت برای این رهبر عزیزمون که تیشرتشو تنم کردم و عاشقشم و بسیار حکیم و هوشمندانه ایشون عمل میکنن. آقای دکتر امید خدا، خوشحال شدم از همراهی و گفتگو با شما. من بیشتر. خدا نگهدارتون، شبتون خوش عزیزان من. خدا حافظ شما.